از رسول خادم و حسن یزدانی تا عبدالله موحد و حمید سوریان. تو این ویدیو همراه من باشین با پر افتخارترین کشتیگیران تاریخ ایران. سلام به شما همراهان. کشتی یکی از محبوب ترین ورزش ها بین ایرانی هاست و ریشه تاریخی بین مردم ایران داره. این ورزش تو دوره صفویه و زندیه تو ایران به رونق خیلی زیادی رسید و تو دوره قاجار هم تبدیل به ورزش محبوب درباری ها شد. از دوره پهلوی هم این ورزش از زورخانه ها به باشگاه های مدرن تر رسید و از 85 سال پیش هم مقررات و قوانین بین المللی آموزش داده شد. در حال حاضر کشتی ایران در کنار کشورهایی مثل آمریکا و روسیه جزء قدرت‌های جهانیه و کشتیگیرای ایرانی در حال حاضر برای مسابقات المپیک 2024 آماده میشن. کشتیگیرای ایرانی تو مسابقات جهانی و المپیک تا به امروز 81 مدال طلا کسب کردن که 11 مدال تو المپیک و 70 مدال تو مسابقات جهانی به دست اومده. محمد رضا گرایی یک مدال طلای المپیک و یک مدال طلای مسابقات جهانی رو تو کارنامش داره. این کشتیگیر شیرازی یک مدال نقره و یک مدال برنز مسابقات جهانی رو هم تو دو سال اخیر کسب کرده. علیرضا دبیر که در حال حاضر رئیس فدراسیون کشتی ایرانه و یکی از جنجالی ترین چهرهای ورزش ایران هم محسوب میشه، یه مدال طلای المپیک و یه مدال طلای مسابقات جهانی رو کسب کرده. دبیر اولین بار تو سال 1998 قهرمان جهان شد و تو المپیک 2000 هم به طلا رسید. ایشون تو سالهای 1990، 2001 و 2002 مدال نقره مسابقات جهانی رو کسب کردند. منصور مهدیزاده یکی از چهره‌های قدیمی کشتی ایرانه که تو سال‌های 1961، 1962 و 1965 به قهرمانی مسابقات جهانی رسیده. مهدیزاده یه برنز مسابقات جهانی رو هم تو کارنامه داره و تو سه المپیک هم حضور داشته، ولی تو این مسابقات موفق به کسب مدال نشده. اگه تا اینجای ویدیو براتون جالب بوده لایکش کنین تا بریم سراغ ادامه ی لیست. رسول خادم یکی از محبوب ترین چهره های کشتی ایرانه. ایشون سه سال متوالی تو سالهای 1994، 1995 و 1996 به قهرمانی رسید که دوتای اول تو مسابقات قهرمانی جهان و سومی تو المپیک بود. رسولی برنز المپیک تو سال 1992 رو هم کسب کرده و تو سال 1998 هم به نقره مسابقات جهانی رسیده. ایشون سابقه مربیگری تو تیم ملی و ریاست فدراسیون رو هم داشتن و به خاطر مواضع انتقادیشون به حاکمیت ایران مدت نسبتاً زیادیه که از ورزش به دورن. آقا تختی یکی از نامدارترین و محبوبترین چهره ها تو تاریخ کشتی ایرانه. کشتیگیری که بیشتر از مدال ها و موفقیت هاش به روحیه جوانمردی و مردم دوستیش معروف بوده. تختی تو سال 1956 قهرمان المپیک شد و تو سالهای 1959 و 1961 هم به قهرمانی جهان رسید. این شخصیت بزرگ کشتی ایران دو نقره المپیک و دو نقره مسابقات جهانی رو هم تو کارنامه پربارش داشته. ابراهیم جوادی یکی دیگه از چهره‌های پر افتخار تاریخ کشتی ایرانه که سابقه 4 قهرمانی متوالی تو مسابقات قهرمانی جهان رو داشته. آقای جوادی تو سال‌های 1969، 70، 71 و 73 قهرمانی تو مسابقات جهانی رو تجربه کرد و تو المپیک 1972 هم به مدال برنز رسید. امام علی حبیبی یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ کشتی ایرانه و سه قهرمانی جهان و یک قهرمانی المپیک رو تو کارنامه داره. حبیبی که سابقه بازی تو فیلم های سینمایی رو هم داشته، تو سال 1956 به قهرمانی المپیک رسید و تو سالهای 1959، 1961 و 62 قهرمانی جهان رو تجربه کرد.
حسن یزدانی مهمترین چهره حال حاضر کشتی ایرانه که سابقه یک قهرمانی تو المپیک و سه قهرمانی تو مسابقات جهانی رو داشته. یزدانی سه مدال نقره و یک برنز جهانی و یک مدال نقره المپیک رو هم به دست آورده و تو سالهای اخیر به رقیب سرسخت آمریکایی خودش دیوید تیلور باخته. از نظر مجموع مدال‌های جهانی المپیک حسن یزدانی با 9 مدال بهترین کشتیگیر ایرانیه. کشتیگیری که برای گرفتن انتقام از دیوید تیلور آمریکایی تو المپیک پاریس آماده میشه. عبدالله موحد یه چهره بدون تکرار تو کشتی ایرانه. موحد از سال 1965 تا 1970 بی‌رحم‌ترین کشتیگیر جهان بود و 6 قهرمانی متوالی تو مسابقات جهانی و المپیک رو کسب کرد. این قهرمانی‌ها شامل 5 قهرمانی تو مسابقات جهانی و 1 قهرمانی قاطعانه تو المپیک مکزیک بودن. ایشون هم یکی از ورزشکارانی بودن که قبل و بعد از انقلاب مورد بیمهری حکومت‌ها قرار گرفتند. و اما پر افتخارترین کشتیگیر ایرانی. عمده کشتیگیرای این لیست کشتیگیرای آزادکار بودن، ولی پر افتخارترین کشتیگیر ایرانی یه فرنگی کاره. حمید سوریان 7 مدال طلای المپیک و جهانی داره که این مدال‌ها شامل یه طلای المپیک و 6 طلای مسابقات جهانی میشن. سوریان از سال 2005 تا 2014 یکی از برجسته ترین چهره های کشتی فرنگی تو سبک وزن بود و در حال حاضر هم با 7 مدال طلا پر افتخار ترین کشتیگیر تاریخ ایرانه. نظر شما چیه؟ به نظرتون جای کدوم کشتیگیر تو این لیست خالی بوده؟ حتما برام این پایین کامنت بذارین و منتظر ویدیوی جذاب بعدی دانستنی یونیک باشین.